بازتاب کارزار بین المللی برای آزادی 7 گروگان اشرفی و تأمین حفاظت لیبرتی. تلویزیون التغییر. هذا ودخل اضراب سكان مخيم ليبرتي شهره الثالث احتجاجا على المجزرة التي شهدها مخيم اشرف واقتطاف 7 من سكان المخيم. اعتصاب غذای ساکنان کمپ لیبرتی وارد سومین ماه خود شد. این اعتصاب غذا در اعتراض به کشتاری است که در اول سپتامبر علیه کمپ اشرف انجام شد و 7 نفر از ساکنان نیز ربوده شدند. منابعی از کمپ لیبرتی گفتند تعداد زیادی از اعتصابی ها از عوارض بیماری از جمله اختلال در دید و شنوایی و دستگاه گوارشی و درد مفصل و ماهیچه رنج میبرند. اعتصابیون گفتند دیدار رئیس جمهور آمریکا با مالکی که مسئول سه کشتاری است که علیه کمپ اشرف و 2 تهاجم موشکی علیه کمپ لیبرتی است، دولت عراق را تشویق می کند جنایت های بعدی را انجام بدهد. یکی از اعتصابیون لیبرتی گفت به رغم اطلاعیه هایی که در سطح بین المللی در محکومیت جنایت در اشرف صادر شده است، دولت عراق با بیشرمی تکذیب کرد که در جنایت در اشرف نقش داشته است. تأبى الحكومة العراقية وفي حد الوقاهة أي تورط في جريمة أشرف، كما ترفض العمل على إفراج رهائن الصبأة للشفيين الذين محتجزون في سجون المالكية السرية. همچنین 7 گروگان اشرفی را آزاد نمی کند و آنها در زندانهای مخفی مالکی هستند. ما از دولت آمریکا و جامعه جهانی می خواهیم به مالکی فشار بیاورند تا آزادی فوری 7 گروگان را سرعت بخشند. آمریکا تجاه الامن و سلامت سکان لیبرتی و ان یسرع فی اطلاق سراع الرهائن الصبأ فورا. دعا نواب ولوردات بريطانيون الرئيس الامريكي باراك اوباما الى رفض لقاء المالكي ما لم تقم حكومته باخلاء سبيل 7 معارضين ايرانيين قالوا انهم يواجهون خطر تسليمهم الى طهران. تلفزيون التغيير. نمایندگان مجلس و لوردهای انگلیس اوباما رئیس جمهور آمریکا را فرا خواندند که اگر دولت مالکی 7 گروگان اپوزیسیون ایران را آزاد نکند با او دیدار نکنند، زیرا این تهدید وجود دارد که این افراد به ایران استرداد شود. دعوات على صفحات فیسبوک لهم في واشنطن بوجود تظاهرات منددة بهذه الزيارة بنور المالكي لأوباما وستكون هنالك وقفات احتجاجية أمام البيت الأبيض من قبل عدد من الإيرانيين وكذلك حتى من بعض العراقيين. تلفزيون التغيير. تظاهراتی در محکومیت سفر مالکی به آمریکا و دیدار او با باراک اوباما برگزار شد. جوانان عراقی نیز علیه مالکی تظاهرات برگزار خواهند کرد. موضوع مجاهدین خلق ایران بار سنگینی است که مالکی در پیش دارد. همچنین مالکی باید تلاش زیادی کند تا اعضای کنگره با تحویل سلاح به او موافقت کنند. آنها نگران هستند که مالکی از این سلاح‌ها علیه مردم عراق استفاده کند و یا در همکاری با رژیم اسد علیه مردم سوریه به کار گرفته شود. اعضاء منظمه خلق الايرانيه في معسكر ليبرتي غربي بغداد اضرابهم عن الطعام اليوم 61 للمطالبه باطلاق سراح الرهائن السبعه الذين اختطفتهم. تلویزیون رافده. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ لیبرتی در 61مین روز متوالی به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند و خواستار آزادی 7 گروگانی هستند که نیروهای دولت عراق در ماه سپتامبر گذشته از کمپ اشرف در استان دیالی رو بودند. این سازمان گفت وضعیت سلامتی اعتصاب کنندگان رو به وخامت گذاشته است، به طوری که برخی از آنان قادر به راه رفتن معمولی نیستند، ولی به رغم این وضعیت سخت بر اعتصاب غذای خود اصرار دارند تا زمانی که اهدافشان محقق شود و در صدر آنها آزادی 7 گروگان ربوده شده می باشد.